دوستان خسته نباشید، وقتتون بخیر. درس 14 از کتاب استودیو د در مقطع آنس رو امروز با هم دیگه شروع میکنیم. اگر تا الان کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید، حتما این کار رو انجام بدید. زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فشار بدید که به محض آپلود جدید هر ویدیو خودتون همون لحظه با خبر بشید. خب بیدرنگ میریم سراغ ادامه درسمون. تا اینجا خونده بودیم که داستانهای آرتیکلی رو میساختیم و ادامه اون ممدغی نومن زنگولاونت پلورال مفرد و جمع. این نومن رو با نامن اشتباه نگیرید. نامن یعنی اسم شما، نومن یعنی اشیا، اسمهای اشیا در اطراف ما. نومن این پلورال، اسامی در حالت جمع. وی هایسن دی فورمن ایم زینگولا. این فرم ها در حالت مفرد چی هستن؟ چطوری هن؟ چی نام دارن؟ که در صفحه 31 شما میتونید که من در جلسه قبل به شما آموزش دادم، میتونید حالت مفرد و به علاوه معنای اونها رو هم ببینید. پس من معنا نمی کنم، حالت مفردش رو هم نمیگم، چون که در جلسه قبل در صفحه 31 اینها رو کامل گفتم. دی تافل، دی لن پلاکات، دی تد پلایا، دی تیشه، دی اشتول، دی اشورم، دی کمپیوتر، دی ویدو رکوردر، دی رادیو گومیز، دی بوشه، دی کولیز، دی لامپن، دی تاشن، دی هندیز، دی هفته، دی لررینن، دی رگن. این رگن در صفحه 31 موجود نیست، یعنی خطکش ها و زنگولای اون میشه دی رگل. رگل معنی دیگری هم دارد به معنای قانون. Ordnen Sie die Pluralformen, machen Sie eine Tabelle an der Tafel. فرم های جمع رو مرتب کنید. میتونید در اینجا فرم های جمع رو برای خودتون مرتب کنید. Machen Sie eine Tabelle an der Tafel. یه دونه جدول روی تخته بکشید. Eine Tabelle zu machen میشود کشیدن جدول. نمبر 3 unwichtig هست، مهم نیست. نمبر 4 singular und plural hören und sprechen Sie. Das Buch جمعش die Bücher. Der Schwamm جمعش die Schwärme. Der Stuhl جمع اون die Stühle. Das Wort جمعش die Wörter. Die Stadt جمعش die Städte. نمبر 5 ورتابوخ آبایت. خب کار با فرهنگ لغت یا دیکشنری. فیندن زی دن پلورال اگنس زی دی رگل. خب حالت جمع رو پیدا کنید و قوانین رو یا قانون رو مرتب کنید، تکمیل کنید ببخشید. هاوس، این رو جلسه قبل بهتون گفتم که در داخل پرانتز اولی گنتیو است و دومی جمع. هاوز گنتیوش هاوزس، پلورالش هویزا. پیلوت گنتیوش پیلوتن، پلورالش پیلوتن. و قانون، قانون چی میگه؟ رگل میگوید که در بشتیمت ارتیکل این پلورال است ایما دی. یعنی چی؟ یعنی آرتیکل معین در حالت جمع همیشه چیه؟ آرتیکلش دی هست. نمبر 6 اون ویشتیخ، مهم نیست. نمبر 4 در اون بشتیمت آرتیکل اینه فنینونگ کین کینه. آرتیکل های نامعین، آرتیکل نامعین چی هست؟ خب من این رو باز هم تکرار میکنم که همه این موارد رو ما در پروژه گراماتیک توضیح دادیم.
اما یک توضیح اجمالی، آرتیکل نامعین. ببینید، ما در زبان فارسی به عنوان مثال، شما میاد به مخاطبتون میگید که من دارم زبان آلمانی رو یاد میگیرم. شما مخاطب شما میپرسه که خودت داری یاد میگیری یا با کسی دارد تو را آموزش میدهد، که شما میگید نه، من با یه معلم، با یه استاد دارم زبان رو یاد میگیرم. اون استاد یا معلم برای شما شناخته شده است، ولی شما مطمئنید که این استاد یا معلم برای مخاطب شما شناخته شده نیست. بنابراین میگید یه استادی، یه معلمی. یعنی ای مخاطب، این استاد یا معلم رو من میشناسم، تو نمیشناسی. که حالا بعدش ممکنه مخاطب به شما بگه اسمش چیه فلان، کاری به اونا نداری. در محیط دانشگاهی، ببینید، اگر محیط برای شما و مخاطبتون مشترک باشه، دیگه اوضاعش یه خورده فرق میکنه. در محیط دانشگاهی شما یه درسی رو برداشتید، مخاطب از شما میپرسه که فلان درس رو برداشتی؟ شما میگی آره، من فلان درس رو با استاد فلان برداشتم. چرا؟ چون که محیط مشترک است و اون استادان، اون مدرس ها در محیط دانشگاه شناخته شده هستند. بنابراین آرتیکل نامشخص برای ما در زبان فارسی هم وجود دارد و ما از آرتیکل نامشخص برای اسامی استفاده می کنیم که مشخص نیست، یا برای خود ما و یا برای مخاطب ما. و این رو نباید شما با آرتیکل منفی ساز مقایسه کنید. آرتیکل منفی ساز یعنی منفی کردن اسم، یعنی وجود نداشتن یا استفاده نکردن یا نبودن آن اسم. این هم یک تعریف کلی از آرتیکل نامعین و آرتیکل منفی ساز. شماره یک هم دقیقا میخواد همین رو به شما بگه. Sehen Sie die Bilder an und lesen Sie. An sehen یعنی نگاه کردن به. این آن رو به ذهن بچسبونید، با هم دیگه بیارید، یعنی به این شکل. ان ذهن یعنی چی؟ یعنی نگاه کردن به. این دویچ لغرین یعنی یک معلم زبان آلمانی. حالا روشو برگردونده میخواد اینو به شما بگه که این مشخص نیست، شناخته شده نیست. روشو که برگردونده دیگه مشخص میشه که خانم مایا هست. این پیلوت یه دونه دسته، مشخص نیست که کدوم خلبانه. بعد شما کاملش رو که میبینید متوجه میشید که این خلبان لوفتانزاست و کلاوس برنشتاین هست. و همینطور در این یک ماشینه، ماشین رو کامل که میبینید میفهمید که ماشین میشایل شوماخر هست. Nummer 2 zeichnen und raten. بکشید و حدس بزنید. Hören Sie das Gespräch. Wer ist das? خب اینجا یک نقاشی نامشخص و نامعلومیه که اصلا معلوم نیست خانومه یا آقاست. اینجا گفته ein Mann، یه خورده رنگ‌آمیزی کرد، eine Frau، بازم مشخص نیست. کامل که مشخص شد میگه eine Lehrerin und ein Buch، یه معلمیه و یه کتاب. فاو شیلا، خانم شیلا است. میخواد اینطوری به شما بگه، برای شما جا بندازه که آرتیکل نامشخص برای اسامی نامعلوم و نامشخص میآید. اما شما باید بدانید که آرتیکل نامعین مثل آرتیکل معین صرف میشه. نمبر 3 این در دستی. Wie heißt der bestimmte Artikel؟ میگه که آرتیکل های معین این اسامی چیا هستند؟ اینجا به شما در این درس نمیخواد به شما بگه که آرتیکل نامعین صرف میشه.
فعلا برای شما زوده، ولی این رو مد نظر داشت. اگر پروژه گراماتیک رو کامل خوندید، خب اون بحثش جداست. اگر الان به آموزش های ما پیوستید، این رو بدونید، گوشه ذهنتون داشته باشید، در دفترتون یادداشت کنید که آرتیکل نامعین مثل آرتیکل معین صرف میشه. نکته دیگر این هست که در حالت کلی و بدون صرف اسامی که این رو حتما یادداشت کنید، در حالت کلی و بدون صرف اسامی که مذکر و یا خنسا هستند آرتیکل نامشخص این، و اسامی که در حالت مؤنث هستند آرتیکل نامشخص اینه میگیرند. نکته دیگری که من اینجا نوشتم و خیلی مهمه، اسامی جمع یعنی پلورال آرتیکل نامعین ندارند. این سه تا نکته رو مد نظر داشته باشید و امیدوارم که نوشته باشید. این فوتو، خب ببینید طبق نکته‌ای که ما گفتیم فوتو آرتیکلش داس هست یعنی خونسا و این میگیره. تاشه آرتیکلش دی هست، مؤنث هست و چی میگیره؟ اینه میگیره. یعنی اگه بخوایم تبدیلش کنیم به آرتیکل نامعین، اسم رو اینه میگیره. گشپرخ چی هست؟ داس هست و این میگیرد. باوم ده هست و این میگیرد. باوم یعنی درخت. این تافل و همینطور به ترتیب. این آوتو، این تش، این فنستا، فنستا یعنی پنجره، آرتیکلش داس هست. این توا، توا یعنی در، آرتیکلش دی هست، مؤنث هست. این لغا، این شپاخه، این بوخ. نوما فیا آ، این اینه، کین کینه. حالا میرسیم به آرتیکل های منفی ساز. هندیز کین هندیز بته، میگه موبایل ها. ببینید اینجا هندیز چه حالتی دارد؟ حالت جمع. حالت جمع آرتیکل نامعین ندارد، به خاطر همینی که اینجا آرتیکل اضافه نکرده، میخواد نامعینش رو به ما بگه. بعد ما میخواییم به منفی تبدیلش کنیم آرتیکل رو، چون که هندیز پلوغاله، کین تبدیل میشه به کینه. در آرتیکل های منفی ساز هم اینطوری هست. برای مؤنث ها کین به کینه تبدیل میشه، برای مذکر و خنسا همان کین را ما داریم در حالت کلی و بدون صرف. آیس که آرتیکلش داس هست، کین آیس بدون بستنی، یعنی بستنی نه. هوند یعنی سگ ها. حالا ما اگه بخوایم اینو تبدیل کنیم به آرتیکل منفی ساز میگیم کین هوند. فاقدا کین فاقدا، فاقد دوچرخه، دست فاقد دوچرخه. آرتیکل ها رو با اسم ها همیشه حفظ کنید. دی هوند سگ مذکر میشه، دی هوندین سگ مؤنث. این یه پلاکاتی هست که خیلی از مغازه ها و رستوران ها، بعضن هتل ها اینو اینجا میزنند. Wir müssen draußen bleiben. ما باید بیرون، draußen یعنی بیرون، ما باید بیرون بمانیم. Bleiben یعنی ماندن. Nummer B. Was ist das? Üben Sie. اینا چی هست؟ یا این چی هست؟ تمرین کنید. خب به پایان این درسمون رسیدیم. ادامه‌اش رو در درس بعد حتماً خواهیم گفت. اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید. زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فشار بدید که محض آپلود جدید هر ویدیو خودتون همون لحظه با خبر بشید.
پس تا جلسه آینده، چوز.